درود به برنامه دیگر از سری برنامه های گذار، کاری از شورای مدیریت گذار، خوش آمدید. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقیه به اتفاق دیگر همکارانم در بخش های مختلف این تلویزیون با شما هستیم. با ما باشید. برنامه شما و شورا بارها خدمت شما گفتیم که هر روز نبرد بین مردم ایران که جمهوری اسلامی رو نمیخواند و حکومت دینداران که فقط به زور چماق خودشون رو تکمیل کردن گسترش پیدا میکنه. این نبرد دیگه تنها توسط زنان و کارگران و دیگر اقشار اجتماعی نیست، حوزه دین رو هم در بر گرفته. در مراسم ماه عزاداری امسال محرم سنتی در مقابل محرم دولتی قرار گرفت، امری بسیار قابل توجه. و همچنین مبارزه حکومت افرادگرایان اسلامی با زنان ایران و مبارزه بر سر حجاب وارد فاز جدید و کم سابقه ای شده. تصویب لایحه جدید حجاب تبلور چنین مرحله است. سلام عرض میکنم جناب آقای شهدایی، به برنامه شما و شورا خوش آمدید. با سلام خدمت بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار و خانم نقیه همکار گرامی. در همین برنامه بارها خدمت شما گفتیم که هر روز نبرد بین مردم ایران که جمهوری اسلامی رو نمیخواند و در واقع حکومت دینداران که فقط به زور چماق خودشون رو تکمیل کردن گسترش پیدا میکنه، و این نبرد دیگه تنها توسط زنان و کارگران و دیگر اقشار اجتماعی نیست، در واقع حوزه دین رو هم در بر گرفته. در مراسم ماه عزاداری امسال آقای شهدایی در واقع محرم سنتی در مقابل محرم دولتی قرار گرفت، امری بسیار قابل توجه. بیننده ای از شما خواسته که در مورد این موضوع و ابعاد مختلف اون برای ما صحبت کنی. خوشحال هستم که فرصتی پیش اومده و در خدمت شما هستم. نبرد بین شهروندان کشور ایران و حکومت جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها گسترش و عمق پیدا کرده، روزانه و بیشتر میشه. امسال درگیری بین مردم و کاسبکاران دینی به عرصه دین هم رسید. محرم امسال عرصه دیگری از این درگیری‌ها شد، یعنی مراسم عزاداران حسینی دولتی، محرم دولتی با مردم مسلمانی که در حقیقت مراسم محرم و تاسوع عاشورا رو به شکل سنتی برگزار میکنند درگیر شدند. ببینید، ابتدا اشاره مختصری میکنم به ماه محرم، اگرچه من اطلاعات دینی زیادی ندارم و به عنوان یک خدا ناباور خدمت شما هستم با احترام به همه مسلمانان ایران و جهان. ماه محرم یکی از ماه‌های سالنامه هجریه و همراه سه ماه دیگر ماه‌هایی هستند که حرام هستند. حرام به این مفهوم که در آنها جنگی صورت می‌گیره. این فرهنگ اعراب مسلمان بوده. برای اهل تسنن کشور ما هم و همه جای دنیا محرم همین معنی رو میده. ماهی که در آن جنگ نیست و در بعضی از کشورهای مسلمان تسنن حتی در این ماه عروسی می‌گیرند. امام حسین به استناد در حقیقت همین قاعده بود، قاعده اسلام عربی، که مکه رو ترک کرد به قصد کوفه که جنگی صورت نخواهد گرفت. سر راه یزید راه را در مسیر راه یزید راه را بر او سد میکند و این قاعده را میشکند و در روز نهم محرم جنگ شروع میشه و در روز دهم امام حسین کشته میشه و سر او را از تنش جدا میکنند. اهل تشیع در طول تاریخ از این حادثه یک روایت ساختن، روایتی که در آن زمانهای اولیه کاملا علیه سلطه اعراب بوده و با چاشنی یه برگرفته از آیین‌ها و سنت‌های ایرانی، نمایش مظلومیتی بود که از زمان پادشاهان آل بویه و بعدها در دوران مختلف همیشه در حقیقت با شدت و ضعف
جاری بوده در کشور ایران و از دوران صفوی وزن دیگری پیدا میکنه. آخوندهای تشیع از این موضوع تاریخی عنوان کاسب کاران دینی استفاده مشخصی رو کرده، این روایت را با هنر نمایش در حقیقت پروبال دادن بهش، از علی اصغر و طفلان مسلم و عباس اسطوره ساختن و آیین‌های تبلیغی را راه انداختن در سایه سینه زنی. در این ماه تا 40 فوت امام حسین کارناوال عزاداری مهمی است که به ویژه جمهوری اسلامی از ابتدای سر کار آمدنش روی اون سرمایه گذاری کرده. تکیه ها و حسینی های ارشاد همه و همه که از دوران قاجار در این قدر شدند مخصوص به این مراسم مذهبی و عزاداری ماه محرم هستند. امپراتوری شیعه خامنه‌ای در طول این 40 استفاده حکومتی و سیاسی از این مراسم عزاداری کرده به نفع هستند و به نفع خودش. من را به عنوان تأییدی برای حقانیت انقلاب اسلامی و سمبل دشمنی با بقیه استفاده کرده. جمهوری اسلامی حتی تمام تلاشش رو کرد در تمام این سالها که این مراسم تاسوعای عاشورا و تاسوعای حسینی رو در مقابل مراسم حج در عربستان سعودی بذاره و به عنوان یکی از ابزارهای دشمنی با عربستان استفاده کرد. این مراسم به عنوان هویت شیعه است، شیعه آخوندها که ازش استفاده میکنن. بنابراین فقط یک آمار خدمتتون عرض میکنم تا بدونید این مراسم چقدر برای جمهوری اسلامی ارزش داره. سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده در ایران حدود 100,000 هیئت عزاداری ثبت رسمی شدند. تنها در تهران 19,294 هیئت عزاداری و 6,175 مداح داریم. چرخش مالی این هیئت‌ها و این مداحان و پامینبریای آنان به هزاران میلیارد تومان میرسه. ولی امسال در مراسم عزاداری یک ویژگی خاصی پیش اومد. ابتکار جالبی به خرج دادن عزاداران سنتی که حکومت جمهوری اسلامی را کشومات کرده است. جمهوری اسلامی که از این مراسم و مناسک مذهبی برای برخ کشیدن هوادارانش به معنای حمایت از حکومت دینی استفاده میکرد، امسال در بعضی از شهرها دسته های مذهبی سنتی از قاعده حکومتی پیروی نکردند و رفتن در منزل کشته شدگان انقلاب جینا، اتفاقی که در آمل افتاد و جلوی در غزالی چلالی، کسی که در انقلاب جینا به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شده بود، عزای احترام کردند و سر زدن به مزار اون. و در خیلی از روزخانی ها اسامی قهرمانان انقلاب جینا رو به زبان آوردن به عنوان مظلومان عصر حاضر. شعار می دادن من جمله باید پرسید کو آن همه مهساها، باید از اینها پرسید کو آن همه نیکاها نویدها. در این مراسم سنتی یزید زمانه را که نماد ظلم است نسبت دادن به خامنه‌ای و حکومت و کشته شدگان انقلاب جینا را به عنوان مظلوم در حقیقت این روزگار جایگزین امام حسین کردند. کاری که در آهنگ کویتی پور هم که به خوبی نظام رو نشانه گرفته بود ما شاهدش بودیم. یه نتیجه گیری میخوام بکنم و این موضوع رو تمام بکنیم. ببینید جدا از خود مراسم مذهبی محرم، نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاده و باید روش مرکز کرد اینه: جمهوری اسلامی اولین حکومت رسمی دینی بود و تمام اولیگارشی حکومت شیعی خودش را بر پایه همین اسلام سنتی بنا کرد. یعنی مشروعیت خودش را از مسلمانان، از اعتقادات آنها گرفت. یعنی به نوعی از باور عمومی مردم نسبت به مذهب و از اعتقادات سنتی اونا سوء استفاده کرد در سیاست و در قدرت خودش. امروز مسلمانان ایران این را به خوبی فهمیدن و مراسم امسال محرم به نوعی نشان دادن علنی مخالفت مسلمانان سنتی با حکومت دینی جمهوری اسلامی بود. اکثر عمل مردم رو نسبت به محرم در عرصه‌های مختلفی میتوان مشاهده کرد.
اولا محرم‌های دولتی رو تحریم کردن مردم، دوم من به مراسم سنتی محرم بازگشت زدن، و سوم من مداهی‌های اعتراضی سر دادند، و چهارم من در مقابل ماه محرم و شو و نمایشی که جمهوری اسلامی راه انداخته در خیلی از جاها مردم مرمان اعتراض و لجبازی و تقابل رقص و پای کوبی کردند. اینها نشان می‌دهد که جدایی دین از حکومت امروز به یک امر همگانی در جامعه ایران تبدیل شده، و این فقط مختص ناخدا باوران نیست، بلکه خدا باوران هم به خاطر نجات دینشان از دست کاسبکاران جمهوری اسلامی این خواست رو دارن، و این درک را که همان پایه سکولاریسم است باید خیلی خیلی ارزشمند شمرد. اتفاقا اینجا جایی است که مذهبی ها و غیر مذهبی های ایران با هم به توافق رسیدن، ولی حکومت میخواهد بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها نفاق بندازه و فضا رو دو قطبی بکنه به نفع خودش، که بلوغ جامعه ایران این اجازه رو نخواهد داد. مسلمانان واقعی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواستند در آیین محرم امسال، با امید اینکه همه لایه های مردم ایران هم صدا و یک صدا علیه جمهوری اسلامی به پا خیزند و او رو به زیر بکشند. آقای شهدای، مبارزه حکومت افرادگرایان اسلامی با زنان ایران و مبارزه بر سر حجاب وارد فاز جدید و کم سابقه شده. تصویب لایحه جدید حجاب هم که در واقع تبلور چنین مرحله‌ای هست. بیننده خواسته که لطفاً در مورد این موضوع بیشتر بررسی کنید و مبارزات زنان به کجا خواهد رفت؟ آیا حکومت میتونه جنبش قدرتمند زنان ایران رو مهار کنه؟ بذارید کوتاه خدمتتون عرض بکنم. بعد از انقلاب ژینا ونهای ارشاد به عنوان کفتارهایی که در حقیقت کارشان شکنجه و آزار زنان ایران بود جمع شدند. قدرتگیری زنان در حوزه عمومی و شکست اقتدار نظام که از دستاوردهای انقلاب ژینا بود، حکومت جمهوری اسلامی رو به ناچار وادار کرد دوباره دست به عکس العمل بزنه. بعد از آن لایه‌های قانونی 9 ماده‌ای و 15 ماده‌ای آمدند و سردار اسلامی رئیس سپاه پاسداران و سردار رادان تهدیدها کردند و همه اینا شکست خورد، تا بالاخره لایحه قانونی لایحه 70 ماده حجاب در 5 مرداد چند روز پیش منتشر شد که ماهیت واقعی نگاه حکومت اسلامی را به زنان به خوبی نشون میده. این قانون در 5 فصل و 70 ماده قانونی تصویب شده که در آن 30 جرم علیه زنان درست کردن که باید به طور کامل واقعا بررسیش کرد. در ماده های زیادی جرم های مختلف و مجازات های آن تعریف شدن، از جرائم نقدی تا 100 میلیون تومان، از زندان، ممنوعیت خروج از کشور، مصادره اموال زنان، ممنوعیت از کار تا ممنوعیت از خروج کشور، محرومیت از خدمات اجتماعی و درمانی و آموزشی، و زیرا پا گذاشتن همه حقوق شهروندی، مدنی و انسانی یک انسان. این شاهکار جمهوری اسلامی است. در مواردی از این لایحه پرداخت شده به تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مجریان این لایحه فاجعه آمیز هستند: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی، یعنی 3 نهاد اطلاعاتی امنیتی کشور رو مأمور کردند که این لایحه رو اجرا بکنه. این در این لایحه حتی به لباس شخصی ها و افرادی رو که مأموریت مستقیمی هم ندارند دستشون رو باز گذاشته تا در امر حجاب دخالت کنند، جاسوسی کنند، و در حقیقت همان گروه های فشار و نیروهای آتش به اختیار رو به جان زنان ایران بیندازند. واژه هایی که در این لایحه حجاب برای توصیف پوشش اختیاری به کار برده شده است جالبه، که در همه جای لایحه تکرار میشه: برهنگی، نیمه برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی. عمق کثافت افکار دینداران اسلامی رو در مورد زنان ایران نشون میده. بدپوشی در مورد زنان و مردان تعریف شده است: لباس خلاف عفت عمومی، بدن نما، چنگ. نگاه کنید به این واژه ها، نشون میده که این دوستان همینجوری که در همان طوری که در رساله آقای خمینی اومده بود، چه نگاه در حقیقت تحقیر آمیز و غیر انسانی نسبت به زنان
و اساساً جسم و بدن زنان دارند. در ماده هایی از این لایحه به مجازات کسب و کارها پرداخته شده. در لایحه هایی از این در بند های از این لایحه به مجازات سلبریتی ها پرداخته شده است. این لایحه در واقع به بهترین وجه نگاه جنسیت زده دستندرکار نظام جمهوری اسلامی رو که یک نگاه قرون وسطایی نشون میده، نگاه کالایی به زنان ایران که ناشی از همان نگاه ایدئولوژیک و شریعت شیعه در مورد زنان است. این لایحه به معنای واقع بیانگر آپارتاید جنسیتی اسلامی علیه زنان ایران است و به بردگی جنسی گرفتن آنان. این لایحه در واقع میخواهد جامعه ایران رو برای دفاع از حقوق مدنی خودش مجازات بکنه. عواقب این لایحه حتما از یک طرف انباشت خشم عمومی و انفجار آن را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر عواقب اقتصادی فاجعه باری رو. جمهوری اسلامی تمام امکانات خودش رو بسیج کرده تا مقاومت زنان ایران رو در هم بشکنه و طبیعتا زنان آزاد ایرانی و مردان ایرانی در کنار آنها نیز به مقابله خواهند پرداخت. البته جمهوری اسلامی میخواهد عمده کردن، و این نکته مهمیه، و عمده کردن مسئله حجاب در کشور نگاه مخالفان رو منحرف بکنه در یکی دو ماه آینده از بزرگداشت انقلاب ژینا و همچنین بهانه ایجاد بکنه تا در این باب تا بتونه توسط آن زمینه رو برای سرکوب جمهوری اسلامی و لشکرکشی به خیابانا فراهم بکنه. رویارویی ادامه دارد و در آینده قضاوت خواهد کرد که در مورد شجاعت زنان و مردان ایرانی. این لایحه اثر انگشت طالبان نیست، اثر انگشتن داعش است، داعشی به اسم جمهوری اسلامی در ایران. روز شما خوش تا گفتار بعدی که در خدمت شما خواهم بود. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای شهدایی. تا برنامه بعدی. درود. درود دوستان و همراهان عزیز رادار. من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما هستم. خب همونطور که میدونید مشغول معرفی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی هستیم. اگر به آرشیو برنامه مراجعه کنید میتونید معرفی گروه های مثل حسینیون آذربایجان، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و سپاه بدر رو ببینید. و بعد از معرفی این گروه‌ها رفتیم سراغ هشت شعبی در عراق. اول بستر شکل‌گیری هشت شعبی، یعنی عراق بین سال‌های 2003 که امریکا بهش حمله کرده بود تا سال 2014، یعنی دقیقاً زمانی که فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر مسلح شدن مردم عراق صادر شد و ایجاد بسیج عمومی و شکل‌گیری هشت شعبی رو مورد بررسی قرار دادیم. این بخش ها رو هم میتونید در آرشیو رادار ببینید. بعد از اون در قسمت قبل کجا رفتیم سراغ ساختار و این شمای کلی هشت شعبی رو بررسی کردیم. متوجه شدیم که سازمان هشت شعبی از حدود 40 گروه نظامی مختلف تشکیل شده که عموما شیعه هستن، همشون نه، گروه های سنی توشون هست، مسیحی هست، ایزدی هست، حتی گروهی ما پیدا کردیم از اقوام قدیم ایرانی ها فعلی بودن یا فعلی که کردی و در واقع لوری صحبت میکنند و ساکن عراق هستن، غرب ایران و شرق عراق، اینها هم عضو هشت هستن. فرمانده اصلیشون، دو تا فرمانده اصلی هشت شعبی، یعنی فال فیاض فرمانده کل و ابو مهدی مهندس جانشینش، که البته ابو مهدی مهندس با قاسم سلیمانی سال 2020 در عراق کشته شد که به طور کامل معرفیشون کردیم. متوجه شدیم
خیلی از این گروه های شیعه که عضو هشت شدن قبلا به صورت مستقل در همین عراق حضور داشتن، البته بیشتر فعالیت های نه علیه گروه های مثل مثلا القاعده و داعش و اینا، که علیه نیروهای آمریکایی، علیه همپیمانان و اون نیروهایی که بهشون میگفت ائتلاف، علیه اونا بود. بالاخره هم رد و پای جمهوری اسلامی در شکل گیری هشت شعبی و گروه هایی که در اون هستند و در گماردن فرماندهان این گروه رو بررسی کردیم که خب کاملا مشهود بود، تا اونجا که عراقی ها خودشون اعتراف میکنن که الگوی هشت شعبی بسیج و سپاهی که هست که در جمهوری اسلامی وجود داره. از طرف دیگه همین سبب شد که با فشار جمهوری اسلامی به نوری مالکی، نخست وزیر عراق که قبلا هم گفتیم بازوی جمهوری اسلامی که عراق کرده بود استان جمهوری اسلامی، هیئت وزیران عراق تصویب کرد، یعنی مصوبه کرد که هشت شعبی از این به بعد یک سازمان زیر نظر خود نخست وزیر عراق هست. یعنی چی؟ یعنی میتونه بودجه براش بگیره و در واقع تمام کارهای زیر نظر نخست وزیر عراق باشه، نه ارتش. از طرف دیگه بعد از هیئت وزیران، پارلمان عراق توی در واقع نوامبر 2016 با اکثریت آرا هشت شعبی رو به عنوان یک سپاه جدا از ارتش عراق به رسمیت شناخت. این که میگیم سپاه با اون سپاه متفاوته، یعنی منظورم سپاه پاسداران نیست، یک واحد سپاه مثل لشکر تیپ و اینا. حالا قصد داریم از این قسمت به معرفی 40 تا گروه مسلحی بپردازیم که در هشت شعبی عضویت دارن. اولینشون هم همونطوری که هفته پیش وعده دادیم کتائب حزب الله هست. کتائب حزب الله یک گروه شیعه مسلح عراقیه که افرادش پیرو هم روح الله خمینی هستن، هم در واقع سید باقر صدر، محمد باقر صدر. به لحاظ مالی و تسلیحات جمهوری اسلامی کاملا اینها رو تغذیه میکنه. معنیش هم اگه بخواید بدونید کتائب به فارسی میشه لشکر، البته گردانها هم معنی میده و حزب الله هم که خب مشخص معنیش در واقع چی میشه، میشه لشکر حزب خدا، حزب خدای عراق، لشکر حزب الله عراق. خلاصه معنیش میشه این گروه رو البته بعضی‌ها دیدن با حزب الله عراق اشتباه میگه، این دوتا یکی نیست، این رو حتما مد نظر قرار بده. حالا اینا چطوری شکل گرفتن، چجوری به وجود اومدن؟ این که مدام میگیم برای بررسی دقیق باید تحقیقاتتون زو ابعاد باشه اینجاست. در دو قسمت قبل در مورد کی صحبت کردیم؟ ابو مهدی مهندس. توضیح دادیم اسم اصلیش چی بوده، جمال جعفر آل ابراهیم. این بابا ذاتاً تروریست بود. یعنی چی؟ بعد از اینکه تحصیلاتش تموم میشه میره کجا؟ عضو حزب الدعوه میشه. حزب الدعوه هم که داستانش رو واسهتون توضیح دادم. بعد از اینکه صدام نسبت به حزب الدعوه غضب میکنه، این بابا فرار میکنه، کجا میره؟ ایران. میره ایران آموزش نظامی میبینه. بعد از آموزش نظامی سال 1983 از طرف ایران صادر میشه به کویت. میره در کویت دو تا بمبگذاری رو برنامه ریزی میکنه. در کجا؟ در سفارت امریکا و سفارت فرانسه در کویت. بعد اسمش مشخص میشه و حکم اعدامش در میاد. دوباره فرار میکنه، کجا؟ باز هم ایران. تا کی؟ تا سال 2003 که امریکا به عراق حمله میکنه. اینجا بود که تازه جمهوری اسلامی جمال جعفر رو با اسم ابو مهدی مهندس فرستاد عراق. چرا؟ اسمشو عوض کرده بود دیگه، با این اسم جدید فرستادش عراق. حالا چرا؟ که شرایط رو برای نفوذ سپاه قدس و قاسم سلیمانی آماده کنه و یک گروه دیگه شبه نظامی در واقع اونجا بسازه. ابو مهدی میره عراق. میره عراق به صورت مخفی و غیر رسمی به دستور جمهوری اسلامی یک گروهی اونجا میسازه به نام کتائب حزب الله، همینی که میخوایم راجبش کار کنیم. پول و تسلیحاتش از جمهوری اسلامی میگیره، تمامش رو ایران تامین میکنه و سپاه قدس اشراف کامل به اون داشت. عراقی‌ها که ابو مهدی و در واقع عراقیایی که ابو مهدی اینها رو جمعشون کرده بود دو گسته بودن، یا میلیشیای مزدور بودن، یعنی مثلا یا عراقی بودن، غیر عراقی بودن، پول گرفته بودن اومده بودن، که هیچ. اگه افراد معمولی بودن توسط سپاه قدس آموزش میدیدن، در کجا؟ یا در لبنان، یا در ایران، یا در خود عراق. آموزش چی؟ آموزش جنگ چریکی نفر به نفر، آموزش عملیات انتحاری، آموزش بمبگذاری کنار جاده، آموزش بمبگذاری در مناطق شلوغ و از این دست آموزش ها که همش مرتبط با ترور و تروریسم. هدف اصلی چی بود؟ اینا با خط مشی جمهوری اسلامی مدعی این بودن که امریکا بعد از سقوط صدام بعد عراق رو ترک کنه. جمهوری اسلامی می‌خواست دست بالا رو اونجا در خاک عراق داشته باشه و اون هلال شیعی که برای خودش ترسیم کرده بود رو بهش برسه. و اینا عملاً هدف اصلی مبارزه‌شون با نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف حاضر در عراق بود. اولین عملیات همین گروه کتائب همون سال اول، یعنی که 23 اکتبر سال 2003، اینها در منطقه
2008 عذر میخوام، در منطقه بلدیات بغداد علیه نیروهای امریکایی که 7 تا کشته هم داشت، اینا اولین عملیاتشون انجام دادن. این گروه همین مسیر ترور رو با فرماندهی ابو مهدی مهندس و همکاری حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی پیش می‌برد. تا کی؟ ابو مهدی همزمان خوب یه چهره سیاسی در عراق هم بود که قبلا توضیح دادیم. چهره سیاسی در عراق بود یعنی چی؟ یعنی باید با دولت امریکا و نیروهای ائتلاف همکاری میکرد. شما عمق مصیبت رو ببین. همین ابو مهدی که در خفا فرمانده کتائب حزب الله بود، کسی نمیدونست که اول مشغول ترور و ناامنی ایجاد کردن برای امریکایی‌ها هم پیمانانش بود، با فشار جمهوری اسلامی شده بود مشاور امنیتی نوری مالکی. عملا همه کاره بود در عراق که چیکار باید میکرد؟ که باید با امریکایی‌ها به لحاظ امنیتی برای ایجاد امنیت در عراق با امریکا و متحدانش همکاری میکرد. یا لالعجب، همزمان ترورشون هم میکرد. سال 2005 ابو مهدی میشه چی؟ نماینده استان نینوا در پارلمان عراق. اینجوری پوشش سیاسی خودش رو حفظ میکنه و راحت سر به همراهی کتائب حزب الله و عملیات‌های تروریستیش ادامه میده. کتائب که شلوغکاری‌هاش بیشتر میشه علیه نیروهای ائتلاف، اون گذاری کنار جاده و اینا اسمی در میکنه، میره زیر چتر اطلاعاتی که نیروهای امریکایی. اینا میام خودش میگه اینا کیان، فرمانده اینا کی، از کجا تغذیه میشن، پول از کجا میارن و این داستانا بررسی میکنن. اواخر سال 2006 بالاخره چوپیچه میشه که ابو مهدی مهندس فرمانده کتائب حزب الله به صورت غیر رسمی، فضا کم کم برای ابو مهدی تنگ و تنگتر میشه. سال 2007 فوکوس اطلاعاتی امریکایی ها میره روی خود ابو مهدی، یعنی از کتائب در واقع شیفت میکنن روی ابو مهدی، جواب میده. تازه اینجاست که امریکایی ها متوجه میشن که ایدل غافل این ابو مهدی که این همه سال باهاش کار میکردن همون جعفر آل ابراهیم تروریسته که 1983 تو کویت علیه سفارت امریکا و فرانسه بمبگذاری ترتیب داد. نیروهای امریکایی چیکار میکنن؟ نمیتونن بازداشتش کنن که شخصیت دیپلمات بالاخره مسئولیت داره. به کی میگن؟ به نوری مالکی، نخست وزیر عراق، مراتب اطلاع میدن. مالکی هم که خودش بازوی جمهوری اسلامی بوده چیکار میکنه؟ با همکاری جمهوری اسلامی ابو مهدی رو کجا فراریش میده؟ جایی که همیشه فرار میکرد، ایران. بعد از فرار ابو مهدی فشار آمریکا به کتائب بیشتر و بیشتر میشه دیگه، تابلو شده بودن دیگه. تا اینکه تو تابستون 2008 چند تا عملیات، حداقل توی 5 تا عملیات حداقل 30 تا عضو این گروه رو بازداشت میکنن. به نقل از امریکایی‌ها میگن بیشتر فرماندهان این گروه فرار کردن رفتن ایران، یعنی فرمانده‌های اصلی این گروه بازداشت نشدن. امریکا دوم ژوئیه 2009 کتائب حزب الله رو به لیست سازمان‌های تروریستی اضافه میکنه و این گروه رو مسئول بمب‌گذاری‌های از راه دور، کنترل از راه دور، نمیدونم کنار جاده، تهاجمات با آر پی جی، این عملیات تکتیراندازی علیه نیروهای آمریکایی معرفی میکنه. کتائب یادمون باشه تنها گروه عراقی است که در لیست تروریستی تا اینجا. سال 2008 با راکت منطقه سبز بغداد اگه یادتون باشه حمله کردن، دو تا دیپلمات، دو تا کارمند سازمان ملل رو کشتن که خیلی هم سر و صدا کرد. این هم کار کتائب حزب الله بود. حزب الله رو میشه ستون اصلی هشت و شعبی معرفی کرد، یعنی شاید بزرگترین و مهمترین گروهی که در هشت و شعبی وجود داره کتائب هست. ابو مهدی و قاسم سلیمانی تا وقتی که زنده بودن خودشون در یعنی صحبت‌های خودشون قلب هشت و شعبی رو کتائب می‌دونستن. تا وقتی اینا بودن کتائب حزب الله تقریبا تمام عملیات‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه آمریکایی‌ها رو انجام می‌داد. گروه بزرگی شده بود. مثلا اینا سال 2011 آمارها نشون میدن که این گروه حدود 1000 تا جنگنده داشته، اصلاً شوخی نیست. 1000 تا جنگنده یعنی ارتشی واسه خودش و به نیروهاش بین 300 تا 500 دلار اون موقع حقوق میداده که این مبلغ هر عراقی که تو اون وضعیت جنگی بود رو قشنگ ترغیبش میکنه به عضویت این گروه در بیاد. نه عراقی، افغانی، ایرانی فرقی نمیکرد. 500 دلار اون موقع واقعا زیاد بود. یک سری اطلاعات دیگه هم در مورد این گروه هست که در برنامه‌های بعدی حتما عرض خواهم کرد، اما الان چند تا نکته رو بگم چون فرصت زیاد است. این نکات مهمه، قشنگ بهش توجه کنید. ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی در سال 2020 دیگه، آره، به فرمان دونالد ترامپ میدونید دیگه تو اون فرودگاه بغداد توسط یک جنگنده امریکایی کشته میشه. بعد از ابو مهدی مهندس فرماندهی کتائب میرسه به عبدالعزیز الحمداوی که بهش اسم خوبی ده، ابو فدک هم میگن.
این ابو فدک رو من بعداً معرفی خواهم کرد، تو این قسمت نمیشه. در مورد کتائب باید بدونید دوستان که ساختار این گروه از ابتدا بر مخفی بودن بود. مثلا ما گروه هایی داریم مثل حزب الله که اینها خب گروه های نمایانن، ولی یه سری گروه داریم که اطلاعاتی هن و به خاطر همین هم اطلاعات کمی از اینها وجوده و این برخی از این اطلاعات رو ما با یک مصیبتی به دست آوردیم. تحقیقات ما نشون میده این گروه در حال حاضر 6300 عضو داره. منابع رسمی که نگاه میکنیم 5000 عضوه، ولی تا جایی که ما بررسی کردیم به عدد 6300 رسیدیم که 2/3 اینها عراقی هستند. بقیهشون عراقی نیستن، سوری توشون هست، یمنی هست، ایرانی هست، حتی آفریقایی از کشورهای آفریقایی هم هست. ایرانی میگم، ما تو مشهد داریم آدمهایی که عضو در واقع این گروه ها هستن. یک نکته دیگه هم که شاید تا به حال نشده باشید این که ببینید بعد از سال 2007، بعد اینکه ابو مهندس به ایران اومد، ابو مهدی مهندس به ایران اومد، تا سال 2009 دو ساله با همکاری سپاه قدس و شخص سلیمانی، این نکته رو ببینید، چهار تا کمپ آموزشی در 4 تا شهر تهران، قم، اهواز و مشهد ایجاد کردن که کمتر ازش صحبت شده اصلا نشده. نیروهای حزب الله لبنان، عراق و بقیه میلیشیا یا شبه نظامیان خودشون رو میبرن اینجاها آموزش میدن. کتایب حزب الله رو نباید نیروی کوچیکی دونست. من تو برنامه‌های بعد که به معرفی گروه‌های دیگه میپردازیم، بخش‌هایی از این گروه که باقی مونده رو حتماً براتون معرفی خواهم کرد. به پایان این قسمت رسیدیم، تایممون هم تموم شده. حتما با ایمیلی که این پایین درج میشه با ما در تماس باشید. اگر اخباری دارید، اطلاعاتی دارید، پیشنهادی، انتقادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. من تک تک ایمیل هاتون رو خوندم، واقعا تشکر میکنم ازتون. تا جایی هم که میتونستم پاسخ دادم. همراه ما باشید، همراهتون هستیم تا برنامه بعد. رادارهاتون روشن. مدنی زنان در ایران در مقابل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی ادامه داره. اقدامی که مقامات جمهوری اسلامی ضمن برخوردهای امنیتی و قضایی اون رو به دشمن نسبت میدهن. همزمان با ایام سوگواری محرم، تبلیغات مربوط به حجاب اجباری از تریبون‌های حکومتی، هیئت‌ها و مجالس روزه‌خوانی جریان داشت. برابرانه برنامه است برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می کنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران روز پنجشنبه 5 مرداد ماه گزارش داد که حسین انصاریان، مداح و سخنران نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با ادعای اینکه دشمن میخواهد زنان و دختران را دختران مسلمان رو نیمه عریان کند و آنها رو به بانک ها، مدرسه ها، پارک ها و دانشگاه ها و ادارات بریزد، گفت که این کار مهمی در واقع در جهت ریشه کن کردن اسلام می باشه. این آقای مداح با تاکید بر این که حالا فهمیدید وجوب حجاب رو، و همچنین اضافه کرده که طرحی که دشمن داره اینه که تا کل زنان شیعه رو نیمه عریان نکنه و همه جا رو به هم نریزه و مردان رو تحریک نکنه، دست بردار نیست. همزمان خبرگزاری
تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران هم هست، سخنان محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه رو در یک مراسم عزاداری در زنجان منتشر کرد که مدعی شده بود اتاق فکر دشمن به طور 24 ساعته برای بی‌ارزش کردن مفاهیم دینی فعالیت میکنه و میخواد روحیه عاشورایی رو از ماها بگیره. ادعاهای چهره‌های حکومتی در شرایطی مطرح شده که در اعتراضات و تظاهرات جاری در ایران شماری از معترضان از میان شهروندان باورمند به اسلام در میان معترضان و تظاهر کنندگان بودند، از جمله علی روزبهایی که از زائران سال گذشته کربلا بود و در جریان اعتراضات سراسری در تهران متاسفانه کشته شد. تارا روزبهانی خواهر این معترض جان باخته با انتشار تصویری از برادرش در کربلا شیوه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم در اعتراضات سال 1401 رو با برنامه صدا و سیما در ایام محرم مقایسه کرد و در توییتر با اشاره به دیدن اشک تمساح ریختن در تلویزیون اونها نوشت که روز نهم تاسوعا به گلوی برادرم تیر زدند و در هر نفسش یک داغ و زخم است. اطلس زندان‌های ایران که یک بانگ داده‌های جامع از زندانیان سیاسی و عقیدتی است، روز چهارشنبه 4 مرداد گزارش داد که تبسم جمالپور، زن جوان معترض به حجاب اجباری که تصویر اون بدون حجاب اجباری در مقابل یک هیئت مربوط به محرم منتشر شده بود، پس از اون که توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شد، در یک خانه ام مورد ضرب و جرح و آزار جنسی قرار گرفته. سلام به تو مرجان عزیز و بینندگان عزیز برنامه برابرانه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی با زیربنای ایدئولوژیک و مرسالارش به زن چطور نگاه میکنه و زن رو نه به عنوان انسان برابر با مرد، بلکه در خدمت مرد و نیازهای به خصوص جنسی اون میدونه که در ازای ارائه خدمات امتیاز میگیره. این دیدگاه در 44 سال گذشته ابعاد وسیعی به خودش گرفته و حکومت جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی رو به طور مستمر و روزانه نسبت به نیمی از جامعه اعمال کرده. جنگ جمهوری اسلامی با زنان از همون ابتدای به روی کار آمدن رژیم تا به امروز سیستماتیک ادامه داشته. جنگی که در یک طرف رژیم مسلح به ابزارهای قانونی و دینی هست و طرف دیگه نیمی از جامعه یعنی زنان. تبعیض جنسیتی در همه عرصه‌های اجتماعی، قانونی و حقوقی نسبت به زنان اعمال شده و قربانیان زیادی هم از خودش به جای گذاشته. اما عرصه حجاب اجباری تنها سنگر و شاید مهمترین سنگری هستش که حکومت حاضر به از دست دادن اون نیست. در چند ماه گذشته و به دنبال جنبش زن زندگی آزادی، زنان شجاع ایرانی حکومت رو ناچار به عقب نشینی های جدی کردند و خطوط نبرد رو در چند ماه اخیر جابجا کردند. مقاومت دختران و زنان شجاع ایرانی در مقابل حجاب اجباری در ماه‌های اخیر در فضای عمومی شهر رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار داده و حکومت دچار ترس و نگرانی شدیدی شده. و حالا با نزدیک شدن به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، حکومت تمام تلاش خودش رو به کار برده تا با چنگ و دندون نشون دادن به زنان به خیال خودش مانع از دست رفتن آخرین سنگرش که حجاب باشه و به درستی پاشنه آشیل حکومت بشه. مدت هاست که ما شکاف های عمیقی رو در دیدگاه های حتی مقامات دولتی و دینی هوادار حکومت هم شاهدیم. الان ممکنه که اعتراضات خیابونی کاهش پیدا کرده باشه، اما این مبارزه به همت و شجاعت دختران ایرانی در صحنه های عمومی شهرهای ایران جریان داره. حکومت با سوء استفاده از فضای مذهبی این روزها تبلیغات علیه دشمن رو که زنان معترض به حجاب اجباریان شدت بخشیده و از تمام تریبون‌های دولتی و مذهبی استفاده می‌کنه تا مسئله حجاب رو مطرح کنه. نسبت دادن اعتراض زنان و حق انتخاب حجاب به اتاق فکر دشمن
در واقع انکار جنبش زن زندگی آزادی و ترس حکومت از سرنگونی محتومشه. از جمله حکومت در روزهای اخیر لایحه حجاب و عفاف رو با عجله تصویب کرد که با این اقدام گرچه در ظاهر برای نبردش با حجاب زنان ایرانی راهکار قانونی ایجاد کرده، اما به نظر من این اقدام هم مثل اقدامات دیگه رژیم نتیجه نخواهد داد و مثل همیشه باز هم ناچار به عقب نشینی خواهد شد، چون برخورد حکومت با زنان و حجاب سال هاست که جریان داره، اما این بار عزم جزم نسل ژینا، مهسا و نیکا و سارینا چنان لرزه‌ای به جون رژیم انداخته که حکومت دیگه دشمنان سنتیش مثل آمریکا و اسرائیل رو به فراموشی سپرده و زنان و حجاب اونا رو دشمن معرفی میکنه. اما اینا آوازهای در تاریکی و از سر وحشت هست که فقط برای دلگرمی دادن به سران حکومت و نیروهای هوادار خودش هست در مقابل ترس از سرنگونی. در این نبرد که وارد فازای نهایی خودش شده، دختران ایرانی به یاری و همراهی مردان آگاه ایران و خانواده هاشون نیاز دارن. بر ماست که اونها رو در این نبرد تنها نگذاریم. خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه فشرده رو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم. از این سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به پرسش‌های صدای امریکا از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها در ایران در آستانه یک سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت این نهاد زیرمجموعه نیروی انتظامی و گزارش‌های مربوط به اجرای حجاب اجباری از سوی پلیس اخلاقی ابراز نگرانی کرده بود.
متیو میلر با اعلام این موضوع که به نظر میرسه جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر اصلا عبرت نگرفته، تاکید کرده بود که زنان و دختران باید آنچرا که میخواهند بپوشند، آزادانه انتخاب کنند و به راهی که شروع کرده بودند ادامه دهند. و در همین رابطه آبراهام کوپر رئیس کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی گفته کشورهای غربی باید در سیاست‌های خود با ایران حتما بازنگری کنند. در برنامه شما و شورا همه ی اون چیزی که درباره شورای مدیریت گذار لازم است بدونید رو من مرجان نقی از طرف شما از اونها میپرسم. دیدگاه‌ها، مواضع، اساسنامه و هر اون چه که شورای مدیریت گذار به اون میانیشه. با ما باشید با برنامه شما و شورا. چرخه استبداد برنامه سریالی از مفاهیمیه که تلاش میکنه با بازنگری در موضوع استبداد در فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم ایران، یکی از مهمترین موضوعات فرهنگی ما ایرانیان رو به نقد و بررسی بکشه. برابرانه برنامه ایست برای زنان، برنامه ای برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه میکنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. در این قسمت از چرخه استبداد به یک سوال اساسی که همواره پیش روی ماست و پاسخی در خود نمی‌یابد می‌پردازیم. چرا ما از مشروطه به بعد موفق شده ایم که مستبدین را از اریکه قدرت به زیر بکشیم ولی استبداد جانسخت همچنان قوی تر از قبل ادامه داشته است؟ سلسله قاجار و سلسله پهلوی به تاریخ پیوستند و در آینده نزدیک جمهوری اسلامی نیز سرنوشتش همین خواهد بود. پاسخ به سوال فوق با توجه به آنچه گفته شد دشوار نیست. جامعه ما به طور ساختارمند کارش تولید انبوه روزانه مستبدین و دیکتاتورهای قد و نیم قد است. آیا باید متعجب شویم که در رأس حکومت ما نیز یکی از همینها به اریکه قدرت برسد؟ اگر فرزن و برخلاف معمول انسان دموکراتی موفق شود این مسند را تصاحب کند، آیا او موفق به یافتن انسانهایی نظیر خود در بین انبوه مستبدین خواهد بود؟ آیا جامعه روش او را خواهد پذیرفت؟ آیا مردم چنین جامعه‌ای در انتخابات به احتمال بسیار ضعیف، آزاد و سالم به افراد دموکرات رأی خواهند داد و یا ترجیح آنها انسانهایی شبیه خودشان خواهد بود؟ مطبوعات آزاد چه؟ آیا نویسندگان و قلمزنان از کرات دیگر خواهند آمد و یا از میان جامعه استبداد زده ما برخواهند خواست؟ آیا به فرض وجود احزاب مستقل از حکومت، اعضای آنها چه کسانی و با چه گرایش هایی خواهند بود؟ بدیهی است که آنها نیز از همین جامعه مستبد در احزاب خانه خواهند گزید. ادارات چه؟ دستگاه قضاوت و قضات چه گرایشی خواهند داشت؟ جواب ها بسیار واضح است. از کوزه همان برون تراود که دروست. اگرچه خودفضیلتی غیر قابل انکار و کوششی به سزاست که سعی کنیم خود را تبدیل به انسانهای دموکرات نماییم و از استبداد درونمان فاصله بگیریم، ولی با یک گل که بهار نمی شود. باید کارخانه انبوهسازی استبداد با دپارتمان ها و بخش های تاریخمند و تنومند و فعالش که حامیان فراوان نیز دارد کاملا تعطیل شود و به جای آن کارخانه تولید انبوه انسانهای مدرن و دموکرات شروع به کار نماید. خانواده، مدرسه، دستگاه دین و نظام سنتی اقتصادی ما باید همه و همه از بیخ و بن تغییرات عمیقی را در خود متحمل شوند و هدفشان تولید دموکراسی و انسانهای دموکرات شود. این تغییرات را کسی به ما و از خارج از جامعه ما هدیه نخواهد نمود. عامل تغییر خود ما هستیم. مایی که خود از محصولات همان نظام استبدادی بوده و به عدم کارایی، بروز نبودن و غیر انسانی بودن این روش ها و ارزش ها پی برده ایم. این پدر و مادرهای جوان هستند که نظم درون خانواده های نوپای مدرن را تغییر می دهند. این معلمین و اولیای دانش آموزان هستند که نظام آموزش را دگرگون می کنند.
این دین باوران و بیدینان هستند که با همزیستی خود در یک جامعه سکولار تازه تأسیس آزادی دین و وجدان را به جامعه هدیه می کنند و این کارفرمایان، مزدبگیران، شاغلین دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خدماتی و شبکه در هم تنیده کارمندی ادارات هستند که روابط را در محیط‌های اقتصادی دموکراتیک می نمایند. در یک کلام، آنها محصول تازه سربرآورده از درون همان نظام استبدادی ناکارا و فاسدند که با استفاده از دانش و تجربیات جهانی و با توجه به رنجی که از استبداد روزانه متحمل می شوند مسیر خود را یافتند. آنها در مراسم تدفین رعیت امت در آرامگاه تاریخی استبداد حکومت و جامعه ما شرکتی روزمره و فعال دارند. آنها می دانند که تا رعیت باشد امت نیز خواهد بود و تا امت وجود داشته باشد مولا، قطب، مراد و ولی فراوان یافت خواهد شد. این است که لقب پر افتخار شهروند مطالبه‌گر و دارای حقوق را سزاوار خود یافتند تا خود حاکم بر سرنوشت خیش باشد. کافیست نگاهی به جامعه ایران و از فراز به آن بیفکنید. همه این تغییرات عمیق و ژرف به طور روزمره قابل مشاهده است. جامعه با مهندسی معکوس مشغول بنا نهادن دموکراسی آینده ایران است و این حرکت عملی را از پایین شروع کرده. ابتدا از شهروند و سپس از نهادهای مردم بنیاد و پس از آن سراغ قدرت از طریق بنا نهادن احزاب مدرن نیز خواهد رفت. این بار دل مشغولی جامعه برافکندن استبداد و مستبدین با هم است. به پایان یکی دیگر از سری برنامه های گذار رسیدیم. سپاسگزارم که در 60 دقیقه گذشته ما رو همراهی کردید. اگر به هر دلیلی برنامه ما رو روزهای شنبه از طریق تلویزیون ایران فردا از دست دادید، اصلا نگران نباشید. در طول روزهای هفته میتونید برنامه رو از طریق سایت شورای مدیریت گذار، کانال یوتیوب، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و یا حتی مستقیما از طریق تلگرام دنبال کنید. با ما باشید. به امید سلامتی، شادی، بهروزی و پیروزی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعد، بدرود.